این عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان میگوید که سازمان ملل متحد تحریم های وضع شده بر نمایندگان طالبان را در دوحه برداشت است که گفتگوهای صلح نتیجه دهند اما به گفته او آنچه نمایندگان این گروه در دوحه مطرح می کنند در مخالفت با عملکرد جنگجویان این گروه در میدان های جنگ است رفع تذیرات برای سفرشان و برای کارهای سیاسیشان فقط تا ماه سپتامبر است توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی yani فرصت که باقی مانده از این فرصت باید استفاده شود اهرم فشار منطقه‌ای باید بیشتر شود سیاستگران میگویند که نبود پیشرفت در مذاکرات صلح و تلاش طالبان برای تصرف ولسوالی ها و حمله های این گروه به شهرها از امیدواری ها به برایند مذاکرات صلح و باورها بر موثریت دفتر سیاسی طالبان کاسته است. وقتی که مذاکرات نباشه من فکر کنم که ضرورت به مو دفتر دو هم نیست و آل مخصوصا که جنگ ها بسیار شدت پیدا کرده و این شدت جنگ ها مذاکرات بسیار زیر تاثیر خود گرفته در اوج بیباوری بر روند صلح افغانستان مشاور امنیت ملی پاکستان که با واشنگتن رفته است میگوید پاکستان و ایالات متحده امریکا روی ادامه روند مذاکرات صلح افغانستان توافق کردند تمام شهرهای ما در روز به روز در ماسره قرار می گیرند آیا این دولت این ناتو اینها اینها نمیتونن جلوی چند تا طالب دو تا بگیرن یا جلوی همچی جنگی بگیرن ما کشته میره و ما از حکومت خواهش میکنیم از سازمان ملل متحد خواهش میکنیم که دفتری که دو هست بسته شوه اما روزه ما از ما قربانی میگیره دلیلش چی است به خاطر چی در حالی که سخنگویان طالبان می گویند هیچ تعهدی بر این وجود ندارد که آنان به شهرها حمله نمی کنند هنوز روشن نیست که چه زمانی روند صلح کشور وارد مرحله جدی می شود پیش از این هیئتهایی از حکومت و طالبان در دوه به ادامه مذاکرات صلح در یک سطح بالاتر و سرعت بخشیدن این روند توافق کرده بودند